خیلی هم شکرگزارن، خدا ایشالله بهشون برکت بده. در این زمانی که ما سرگرم دید و بازدید بودیم و داشتیم ایام سال نو رو میگذروندیم، خب در جامعه خودمون در این لس آنجلس هم اتفاقاتی رخ داد، مخصوصا توی رسانه‌های همگانی و شو بیزینس ما. من در صورت تلفن‌هایی داشتم، خبرنگارا به من خبر دادن، حتی بیننده ها خبرهایی دادن به من. من فقط نقل قول میکنم، فقط دارم نقل قول میکنم چیزهایی که شنیدم از سورس‌های مختلف. یادتون میاد که یک شورای ملی تشکیل شد توی یکی از این تلویزیون‌های لس آنجلس، ادعی رو دعوت کردن، حتی آقای علیرضا امیرقاسمی و آقای نادر بیخودی مدیر تلویزیون امید ایران و ایده دیگه، و بنده وقتی شنیدم اینا هستن نرفتم. در اون موقع آقای علیرضا امیرقاسمی به واسطه یک نفری با شاهزاده تلفنی صحبت میکنه و در تلفن هم میگه که ما میخوایم خواننده ها رو جمع کنیم دور هم و شما رو دعوت کنیم. ایشون این رو میگه و بعدش با آقای دورمانی صحبت میکنه که من شاهزاده رو برای عید نوروز، جشنی که میخوام بگیرم، دعوت میکنم و حتی یکی از دوستای نزدیک آقای علیرضا امیرقاسمی به خود من گفت که بله من ایمیل شاهزاده رو دیدم، به من نشون داد که ایشون گفته بود من به علت گرفتاری نمیتونم بیام. در صورت یک قراردادی مثل که بین ایشون و آقای دورمانی نوشته میشه، امضا میشه و زمانی که ایشون نمیاد، خلاصه آقای علیرضا امیرقاسمی 60,000 دلار از آقای دورمانی پول میگیره و یکی از مدیران تلویزیون های 24 ساعته لس آنجلس گفت که آقای دورمانی از این قضیه به قدری عصبانی شده که پشت دستش رو با سیگار داغ کرده که دیگه به جامعه ایرانی و ایرانی ها کمک نکنه. این از این قضیه که مدتی قبلم دیدم که آقای شهرام همایون توی تلویزیونش، البته من روی اینترنت گاهی اوقات نگاه میکنم چون من دیش ندارم، یکی از دوستان گفت آقا تو باید دیش داشته باشی، ستلایت داشته باشی. گفتم عزیزم من زنده شو دارم میبینم دیگه، دیگه احتیاج نیست که تصویرش رو تو تلویزیون میبینم، کاراکتر همه اینا رو من میشناسم، میدونم که اعمال و کردارشون به حرفای شعاری که میدن 180 درجه فرق داره دیگه، احتیاج ندارم که مشکلات اونا رو ببینم تو خونم. گاهی اوقات روی اینترنت نگاه میکنم، یه روز دیدم که آقای شهرام همایون داره از محمد رضا شاه به قدری تعریف میکنه، به قدری تعریف میکنه که حد نداره. با خودم گفتم چون من کاراکتر این شهرام همایون رو میشناسم، پشت این قضیه تعریف کردن یه چیزی هست. خوب که تعریف کرد و خب البته تعریفاش هم خیلی هاش درست بود و خوب احساسات طرفداران پادشاهی رو که برانداخت، یک بار دیدم که ویترینش رو باز کرد، گفت حالا بینندگان دوستان بیان این سکه های پهلوی رو از من بخرید. یعنی با احساسات اینا خوب بازی کرد، احساساتیشون کرد، بعدم در مغازش رو باز کرد، شروع کرد به کالا فروختن. و دقیقا یادم میاد یک بارم آقای شهرام همایون در یکی از برنامه هاش، شاید یه سال قبل دو سال قبل، گفت که من از بچگی دوست داشتم پولدار بشم. خب کسی که هدفش در زندگی پولدار شدنه و مادیات براش از همه چی مهمتره، خب مسلما این فرد تمام مسائل اجتماعی، مسائل وجدانی، احساسات، همه چی رو زیر پاش میذاره که به اون هدفش که مادیاته برسه. البته همه ما دلمون میخواد پولدار بشیم، ولی به چه قیمتی؟ برای ایشون اصلا قیمت وجود نداره. همه چی جامعه ما، همه چیش برای ایشون یه ابزاره که بتونه پول در بیاره. دیدید دیگه، پرچم هم فروخت، چه میدونم کتابای مختلف هم فروخت، همین روزا فکر کنم خاک ایران هم بفروشه،
و قول آقای مدیری هم همین روزا باد شمرون و ورامین هم بفوشه. خلاصه وقتی که هدف فقط پول باشه شما چشم رو همه مسائل میبندی، تا اینکه در ایام عید نوروز من دیدم برای اولین بار در این چند سالی که ایشون مدیر تلویزیون 24 ساعتی شده، حالا با چی بودجه با چی پولی او رو خدا بهتر میدونه، دیدم خواننده های مختلف رو دعوت کرده تو برنامهش. تا حالا کاری نمی کرد، تا اینکه دیدم ایشون، البته من خبر نداشتم، یکی از دوستان به من زنگ زد گفت رو اینترنت میتونی نگاه کنی. رفتم نگاه کردم، دیدم بله ایشون با شاهزاده دارن تصویری مصاحبه میکنه، ایشون در واشنگتن، آقایم در اینجا. خب اولین چیزم که ایشون پرسید که شاهزاده درباره خانوادهتون بگین، با دختراتون چجوری هستین فلان اینا، که هرچند خودش هیچ وقت کسی درباره خانوادهش نپرسیده که آقا تو خانوادت چطوری شده 25 سال 20 سال ترکشون کردی، عجب پدری هستی تو. حتی در یکی از برنامه‌هاش گفت که من پدر خوبی برای فرزندن نبوده. در همون زمانم برنامهش در ایران پخش نمی‌شد، آنن گفت آره آن برای من تکس فرستاده پسرم که نه تو پدر خوبی بودی. اینم یکی از اون شعبده بازی ایشونه به نظر من. البته دیدم که بله، فوراً آقای شهبال اوور روی خط و تصویری اونم، و آقای شهبال هم از شاهزاده تعریف کرد و شهبال شپره، و از ایشون دعوت که اگر ما خواننده ها رو هنرمندا رو جمع کنیم شما تشریف میارین در اون جلسه، ایشون هم گفت بله. آنن دیدم که باز آقای شهرام همایون دوباره نشسته یه برنامه ریزی دیگه کرده، چون زمانی که علیرضا امیرقاسمی با شاهزاده تلفنی صحبت میکرد، در صحبتاش یا بعد از اون دقیقا نمیدونم، ولی شنیدم گفت که خواننده ها رو من جمع میکنم یه جلسه میذاریم شاهزاده رو دعوت میکنیم. فوراً آقای شهرام همایون روی موج سوار شد و از دست طرف قاپید. چرا حالا خواننده ها رو توی استودیوی خودش دیگه، جوجه که نمیره توی استودیوی خودش دعوت کنه، شاهزادی هم بیان اونجا، خب در اون جلسه خواننده هایم خواهند بود. بعدی که ایشون رفت چیکار کنه؟ دوباره در اینجا شاهزاده برای ایشون یه ابزار میشه، یک کالا میشه، و فورا بشینه جلو دوربین و بگه ای شاه پرستان، ای پهلوی پرستان، ای کسانی که چندین سال برای شاهنشاهی و محمد رضا شاه و فرزندش دارین سینه میزنین، حالا موقعشه. ببینید شاهزاده با قدمهای خودش در این استودیو برای ما عطر و بو آورد. موقعشه که اگر به این تلویزیون اعتقاد دارید پول بپردازید، پول بدید. یعنی دقیقا آقای شاهزاده رضا پهلوی بدونی که خودش متوجه بشه که اینا چی نقشایی دارن واسهش میکشن، مخصوصا آقای شهرام همایون، بشه کالای وسط، بشه یه ابزار که آقای شهرام همایون پول در بیاره. چون کسی که در زندگیش میگه جلوی دوربین که هزاران نفر میلیون ها نفر برنامه رو دارن نگاه میکنه، بگه من از بچگی میخواستم پولدار بشم، مادیات پول دلار سبز آمریکا جلو چشماش رو گرفته و همه چی رو، وجدان، احساس، میهن پرستی، همه چی رو زیر پاش میذاره، له میکنه که به اون هدفش پول برسه. پول. و شاهزاده هم گاهی اوقات میان لس آنجلس، خب چند روزی تو این رسانه ها هستن، بر میگردن. اگر شاهزاده مثل من و شما مدتی در این لس آنجلس زندگی بکنه و این رسانه ها و برنامه سازان و مدیران از نزدیک بشناسه، متوجه میشه که اینها اکثرا، نه همشون، اکثرا از دور خیلی بزرگن، ولی وقتی بیاد جلو بعد از مدتی اینها رو بینم، اینها چقدر اینها کوچیکن. نمونهش ایشونه، این نظر منه.
و مطالبی که در این برنامه من خدمتون عرض میکنم مسئولش خودم هستم، چون دقیقاً کاراکتر این آدم و آدمای دیگر رو میشناسم. شاهزاده، شما سالهایی در آمریکا دارین زندگی میکنین و مسائل جامعه اینجا را چه از نظر سیاسی فرهنگی شما خیلی خیلی بیشتر از من میدونید. میدونید که در آمریکا هر کسی که برای یک شغلی میخواد اقدام بکنه، مدیر اون کمپانی، مدیر اون مؤسسه بک‌گراند و طرف رو میخواد. سوء پیشینه میگفتن در ایران که بینن آقا این مثلا اگه سر یک کاری بوده چی آدمی بوده، آدم درستی بوده، آیا از اونجا به علت کمکاری بد اخلاقی بیرونش کردن. حتی شما در آمریکا وقتی میخوای بری یه آپارتمان اجاره کنی، صاحب او آپارتمان از شما کردیت شما رو چک میکنه ببینه شما کردیت درسته، پول آپارتمان قبلی رو پرداختی. پس گذشته هر فردی در اینجا خیلی مهمه در اون مقامی که داره. شاهزاده، اگر امروز برای شورای ملی شما که به نظر من یک حرکت خیلی خوبی هست، اگر افرادی امروز میبینیم دارن استعفا میدن و میان بیرون به خاطر حضور آدمهای مثل علیرضا امیرقاسمی، آقای نادر بیخودی، آقای فریبرز فروزنده و آقای شهرام همایون، امثال اینا هستن. خب یک آقایی که سالهای سال اینجا داره مبارزه میکنه، هیچ خطایی و هیچ کار غیرقانونی هم انجام میده و صادقانه در کنار شما وسیده و کلاه هیچ کس را بر نداشته و هیچ نوع کار خلافی هم به جامعهش نکرده، این بیاد روی همون صندلی بشینه که در کنارش آقای شهرام همایون نشسته، آقای نادر بیخودی نشسته، آقای علیرضا امیرقاسمی نشسته، مسلمه وقتی اینا بشنون خودشون رو کنار میکشن، چون نمیخوان بدنام بشن. من چند روز پیش با آلمان تماس داشتم، در آلمان هم افرادی دارم که از این موضوع ناراحتن. شما باید پیشینه اینا، سابقه اینا رو چک کنید. شما بایستی که برای حرکتتون نظر منه یک تشکیلات داشته باشید برای تبلیغاتتون که در این مملکت خیلی مهمه، و یه تشکیلات داشته باشید برای افرادی، مخصوصاً افرادی که تو جامعه شناخته شده هستند، نه افراد معمولی. ببینید گذشته اینها تو جامعه چطوری بوده. شما میدونید که اگه یک نفری بخواد فرماندار، شهردار یک شهری بشه، میان گذشته ای رو دقیقاً چک میکنن ببینن این چه خدماتی در دوران گذشته به جامعهش کرده. در اینجا بایستی که هر فردی تو جامعهش یک کاری انجام بده، خدمتی به اون محله خودش، به اون برزن خودش، به اون خیابون خودش بکنه تا بتونه یک مقام بهتری رو به دست بیاره. آقای شهرام همایون بنده هیچ تهمتی نمیزنم، فقط روی چیزهایی که وجود داره من با دارم شما شاهزاده صحبت میکنم. در 16 مهر 1372، یعنی 31 سال قبل، روزنامه رسالت، این روزنامه رسالت، بخش آگهیاش در یک قسمتی ورزشه نوشته، اینم اون قسمتی که نوشته شده در آقای شهرام همایون، ببینید چی نوشته در این چیز. نوشته که براتون میخونم از روی روزنامه رسالته، نوشته که آگهی احضار کلاسه پرونده 73-905-3-B بدین وسیله به آقای امیر حمید همایون، چون اسم اصلی ایشون امیر حمیده، فرزند ابوالحسن مجهول مکان به اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری ابلاغ می شود. حد اکثر ظرف مهلت یک ماه خود را به شعبه سوم بازرسی مجتمع شماره 3 دادگستری واقع در خیابان آزادی جنب نبش خیابان خوش
معرفی نماید، در غیر این صورت طبق قانون اقدام خواهد شد. خب آقای شهرام همایون شاهزاده، از ایشون بپرسید که چرا همچی احضاریه برای ایشون نوشتن. تو درصد تو جامعه ما، حالا یا درست یا غلط، شایعه که ایشون 180 تخت قالی از یک تاجری در ایران میگیره میاره کانادا میفروشه بدونی که پولش بفرسته، گفتم این شایعه رو من همه جا داریم میشنویم، تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزها. خب جواب ایشون رو شما بخواین. آقا چرا اسم کسای دیگر ننوشتن؟ ما هم در ایران بودیم دیگه، دیگران هم بودن. و همچنین شما وقتی که دسترنج یک نفر رو بدون که اون طرف بدون اجازه بگیری دسترنجش رو بخوای به نفع خودت استفاده کنی، این به نظر شما شاهزاده چیه؟ آیا به نظر شما این یک نوع تقلب نیست؟ این یک نوع حق دیگران خوردن نیست؟ ایشون دیدی که کتاب‌های مختلف رو چاپ میکنه بدونی که از ناشر اون کتاب اجازه بگیره. مثلا یک کتابی به نام حافظ، اینجا این حافظ، دسترنج یک دکتری به نام دکتر خلیل خطیب رهبر، استاد دانشگاه، شاید سالها زحمت کسی کتاب رو نوشته درباره حافظ، ایشون بدونی که اجازه بگیره این کتاب رو چاپ کرد، جلد کاغذیش 50 دلار یا 60 دلار، جلد مقواییش 100 دلار فروخت. من برای که اطمینان پیدا کنم که بینم واقعا اجازه گرفتی یا نه، چون میدونستم که اجازه نگرفته، ولی برای که اطمینان پیدا بکنم یک دوست دارم به نام آقای نوح که در سنوزه زندگی میکنه، داشت میرفت ایران. گفتم آقای نوح شما میری ایران ایشونه میشید؟ گفت بله. گفتم از ایشون بپرس ببین این کتاب رو اجازه داده رفت و اومد و ایشون در روزنامه ای که در سنوزه چاپ میشه به نام پژواک مقاله نوشت در اینجا، این هم مقالش. مطلبی که آقای نوح در این روزنامه نوشته زیاده، من خلاصش واسه شما میخونم. ایشون نوشتم به ایران که رسیدم به دکتر خطیب رهبر تلفن زدم تا ضمن احوال پرسی چاپ دیوان حافظ را در لس آنجلس به او تبریک بگویم. وقتی گوشی را برداشت و مرا شناخت، پس از احوال پرسی و تعارفات معمولی چاپ کتاب دیوان حافظ در لس آنجلس را به او تبریک گفتم. با خنده قباسوختگی گفت این خبر را برادرم که در لس آنجلس زندگی می کند به من داده، ولی نه من نه ناشر و نه شرکت کتاب صفی علیشا از این چاپ خبری نداریم و گویا آنها بدون اجازه من و ناشر به این کار دست دادن. من که قادر به کاری نیستم. ما چگونه میتوانیم از تهران در لس آنجلس یخی ناشر را بگیریم که چرا این کتاب را چاپ کردید؟ شما هم دست هم زبان ما هستید، هر کاری که از دستتون برمی آید انجام بدید. منصفانه دوستان، منصفانه، اگر شما یک دسترنج داشته باشید برای یک کاری زحمت کشیده باشید، ولی یک نفر بیاد این کار شما رو از دست شما بدون اجازتون بگیره و بره به نفع خودش این رو ازش استفاده کنه، جدا ناراحت نمیشید؟ این کار رو شما اسمش چی میذارید؟ این کار رو تقلب نمیذارید؟ اگر یک نفر از خونه ما، از دیوار خونمون بره بالا، قابلمه یاد آفتاب مسی ما رو ببره، فورا سرسرامون برن میشه که آی دوز اومد خونمون. ولی اگر کسی دسترنج دیگران رو به نفع خودش استفاده کنه، تو جامعه همون لابد میگیم عجب آدم زرنگی بود، خیلی زرنگی کرد. نه، این زرنگی نیست، این تقلبه. و کسی که این کارها رو در جامعه انجام بده فقط به خاطر که پول در بیاره، برای که اون هدفش پول در آوردن، همه کار خواهد کرد. کتابای زیادی چاپ کرده، خاطرات اعلم رو ایشون، من اینجا دارم خاطرات اعلم رو ایشون چاپ کرد،
بدونی که اجازه از ناشری کتاب بگیره. شاهزاده، در صورت در این جامعه ما آدمهای درست، آدمهای صادق هم هستند. برای اینه که یک دفعه پاشون رو عقب کشیدن وقتی که میبینن همچی اشخاصی ناجوری، وسیله ناجوری اومدن تو شورا. من در این لس آنجلس خیلی افرادی میشستم تو شغل خودم، از نظر سیاسی هم واقعا بگم 180 درجه ما با هم اختلاف عقیده داریم، ولی به خیلیشون احترام میذارم. چرا؟ برای که در طول 34 سال دیدم از این شاخه به اون شاخه نپریدن، همون اعتقاد، همون باورهایی که داشتن پاش ایستادن. تو اعتصاب قضا بودن، نمونش خانم سوزه یاشار، خانم عبدی، خانم ویدا قهرمانی، آقای امیر حکیم، آقای فریدون توفیقی، آقای فریبرز کریمی، آقای ناصر انقطاع، آقای مسعود صدر و خیلی کسای دیگه. اینها آدمهایی که در طول چند سال من میشناسم و یکی دیگه هیچ وقت اعتقادات خودشون عوض نکردن، فرصت طلب نبودن. زمانی که خانم عبدی، خانم سوزی یاشار و دیگران جلو فدرال بردین چند روز اعتصاب قضا کردن که بنده اونجا بودم، عکس از اینا گرفتم و عکساشو تو آرشیف دارم. کجا بود آقای شهرام همایون، آقای علیرضا امیرقاسمی، آقای نادر بیخودی یا آقای فروزنده؟ حالا یه دفعه دیدن که آقای یک تغاری باز اومده وسط، از حول حلیم داره مثلا تو دیگ. شاهزاده، در صورت شما تجربه خیلی زیادی از اتفاقاتی که برای خاندانتون افتاده دارید، دیدید، شاهد بودید خودتون که چی آدمهای دوربر پدر شما بودن، چابلوسی کردن سالهای سال، ولی همونها آخرش به پدر شما لطمه زدن، مثل آقای فردوس با آقای قرباقی و دیگران، و اونها باعث شدن که شما و من امروز در غربتی. آیا شما میخوان همون رای پدرتون برید؟ همون اشتباهاتی که ایشون کردن؟ انسان رو میگن به کردارش باید آزمایش کنین. کردار خیلی مهمه، نه گفتارش، چون در صورت بیشتر مردم حرف میزنن. و آدم هایی که در زندگی چابلوسی شما رو بکنن، دستتون رو ببیستن، قربون سقدتون برن، اون هم در این قرن بیستم در آمریکا که شاهد خیلی مسائل هستیم، اینها یا کلا برداشتن یا در فکر این که کلاتونو بردارن. بگی رئیس جمهور آمریکا که بزرگترین، قوی ترین قدرت دنیا تو دستشه، قوی ترین ارتش دنیا زیر فرمانشه، دیدی دیگه کسی با دستش ببوسه، پاش ببوسه؟ گذشت. اینا مال قرن بیستم، مال دنیای جهان سوم بود، تموم شد. و مدتی قبلم یک آقای از تهران به من زنگ زد، اسمشم، من چون همیشه اسم کوچیک رو میپرسم، فامیل کارم، گفت اسمم بهزاده. گفت آقای نادرجان، من در رژیم گذشته توی سازمان برنامه بودجه و برنامه بودم، این آقای فروزنده و آقای هولاکویی هم گفت که اینا اونجا بودن. گفت همین آقای فروزنده که الان نشسته شعار میده و میخواد تو شورای ملی هم دخالت بکنه، ایشون اول انقلاب من شاهد بودم، موقعی که تظاهرات شده، این کسی بود که کارمندار بسیج میکرد، چون ایده کمونیستی داشت، خودش پلکارد مینوشت میداد دست کارمندا، تشویقشون میکرد بگو برین تظاهرات کنیم بر علیه شاه. حالا وقتی ایشون میبینیم تو تلویزیون اندیشه نشسته، خندمون میگیره که بعضی آدم ها چجوری رنگ عوض میکنن. گفتم دوست عزیز، توی لس آنجلس ما نمیدونی هفته به هفته رنگ عوض میکنن. او که مال 33 سال پیش بوده. این فرصت طلبی های ما بوده که ما رو بیروز انداخته. و آیت الله خمینی خیلی زرنگ تر از این اشخاص بود، چون متوجه شد این آدم هایی که 37 سال شاهزاده سر سفره پدر شما بزرگ شدند و خوردند و چاپیدند،
آخرش به ولی نعمتشون اینجور رفتار کردن، اینجور نمک نشناسی کردن. اینا فردن اونم نمک نشناسی میگن، به اینی که یه دشون رو کشت، یک دشون رو داخت زندان، یه دشون رو اتر فرار کردن. در صورت این دید من شاهزاده از همکارام از این جامعه لس آنجلس، مخصوصاً از این رسانه های همگانی این شهره، البته توشونم گفتم افراد خیلی خوبی هم هستن، افرادی هستن که واقعا رو اعتقادات خودشون ایستادن، جون و مال و زمانیش رو من دست دارن، مثل مثلا آقای وطنخواه. بنده ایشون رو نمیشتدم، یه سلام علیکم با ایشون دارم، ولی میبینم که زندگیشو گذاشته رو هدفی که داره پشتیبانی از شما. بعد اینا بیان میشنن کنار امثال آقای شهرام همایون، امثال فروزنده که فرصت طلبن. به نظر من این برداشت منه از جامعه خودمون در این لس آنجلس. و در جامعه ما همیشه گفتیم که ما یه فرهنگ چندین هزار ساله داریم، فرهنگ ملیه دیگه، سنت های ملی مونه، یک فرهنگ مذهبی داریم. یک اتفاقی در اوائل انقلاب در مشهد افتاد که من ناظر بودم، وقتی اون صحنه رو دیدم، دیدم که این برداشت من در اون لحظه بود که برخورد فرهنگ ملیمون با فرهنگ مذهبی مونه. اجازه بدید شما یک چایی بخورید، منم یک لیوان آب بخورم، برمیگردم خیلی زود ها، یعنی شاید 30 ثانیه نمیشه، که این قضیه رو برای شما تعریف کنم، ببینید که چه حادثه‌ای در اول انقلاب اتفاق افتاد که من برداشتم. برسون بعدن میگم. در این لحظه که شما داشتید چایی میخوردید، توی فکر رفتم که در طولی چند سالی که شاهزاده گاهی اوقات تشریف میارن به لس آنجلس، با وجودی که اینقدر تلویزیون و رسانه های همگانی توی شهر هست، ایشون همیشه بیشتر توی تلویزیون پارس میرن مصاحبه میکنن، یا تلویزیون اندیشه، یا هم که تازگی ها تو تلویزیون کانال یک. در صورتی که در بین این تلویزیون‌های این شهر افرادی هم هستند خیلی خیلی صادق و روی اعتقاداتشون همیشه ایستادن، عوض نشدن، مثل آقای ستار دلدار. من میدونم، من چندین سال با ایشون کار کردم، زندگیشو از نزدیک میدونم که تمام وقتشو، سرمایهشو، جوانیشو گذاشته روی اعتقادی که داره مبارزه کردن با جمهوری اسلامی. یا همین تلویزیون ایران آریایی، خب ایشون میتونست بره دنبال یک شغل دیگه در دوران بازنشستگیش، سرمایش، بازنشستگیش، عمرش داره میذاره رو اون هدفی داره که پشتیبانی از اون اعتقاداتش، ولی ایشون هیچ وقت سری به اینا نمیزنه. اینا واقعا خودش برای من سوال برانگیزه. اما قبل از اینکه اون داستانی که در مشهد اتفاق افتاد در اوایل انقلاب و بنده شاهد بودم، اجازه بدید یک مقدمه خیلی خلاصه‌ای رو باید برای شما عرض کنم. دهم تیر ماه 1356 من و خانمم و بچه‌هام، چون چندین سال بود که خانمم نمی‌دید آمریکا برای دیدن فامیلش، اومدیم آمریکا و برای اولین بار مادرم با ما اومد. خانواده خانم من در ایالت مینسوتا در شهر مینیاپولیس زندگی میکنن. برادر منم، برادر کوچکتر من که در اون موقع در بوستون میرفت دانشگاه و تعطیلات تابستونی بود، ایشون هم از اونجا اومد مینسوتا به ما پیوست. در حدود شاید 20 روزی ما در مینیاپولیس موندیم. من در اون موقع یه ون خریدم
و همچنین وسایل کمپینگ از چادر چراغ همه چی رو هم تهیه کردم چون علاقه داشتیم بریم کمپ کنیم و تقریبا آمریکا رو هم به مادرم نشون بدم. حرکت کردیم، هر ایالتی که می رسیدیم